همه چیز از نقطه شروع می شود. در سال 2011 میلادی، اعتراضات مردمی در کشور سوریه با مداخله خارجی، تبلیغات رسانه‌ای و مسلح شدن برخی گروه‌های مخالف حکومت مرکزی منجر به جنگ داخلی و برهم خوردن امنیت و آوارگی هزاران نفر از مردم سوریه شد. پس از تداوم درگیری‌های داخلی در سال 2013 میلادی، داعش با پرچم اسلام، شعار آزادی و رفاه وارد سرزمین سوریه شد. برخی از مردم به دنبال رهایی از ناامنی و دستیابی به آزادی با داعش همراهی کردند. داعش پس از استقرار پرده از چهره تکفیری خود برانداخته و قوانین ظالمانه و غیر انسانی خود را حاکم می کند. عبدالله، بالا. بله، کاش باهاشون می جنگید. اون لعنتی قسم خورد ما رو نمی کشه. آدهی! تا بیا. از اون خبری نشد؟ جواب بابا نمیده. بابام گفت باید باش ازدواج کنم. هنوز جواب نمیده بابا. تو کشتیش، تو کشتیش، بمیری انشالله. یه نفر تماس گرفت برای آزادی فائزه و عبیر یه مبلغ زیادی ازم خواست. زنه جنازه رو انتخاب کرد. فائزه کجاست؟ فائزه چطوری میتونه زنده باشه؟ شاید تو خودت میخواد. من اگه با پام نیام خواستگاری ابوسعد طلاقم میده. چی شده به ما اعتماد کردی و اومدی؟ بعض وقت آدم مجبور اعتماد کنه. من حالا با تو کار دارم. عدنان داشت چی میگه؟ شما را گه تماس با فرمانده ارتش را میخواست. فرمانده ارتش؟ من مطمئن بودم که این پست فطرت به ما خیانت میکنه. شایدم دروغ گفته باشه. میشه فهمی؟ چطور؟ اگه شماره فرمانده ارتش رو گرفت داره خیانت میکنه و اگه نگرفت حق با شماست و اون به ما خیانت نمیکنه. راه حلت منطقیه. گوش کن چی میگم.
حواستو خوب جمع کن، این بار که سراغ سرهنگ رفت خبرم کن. اینجا اتفاقی افتاده؟ از این ابله بپرس. عبیر زنده است. ببینین من نمیفهمم، یکیتون درست تعریف کنه ببینم چی شده. عبیر دست تروریستا گرفتار شده، اصلا نمیدونیم داریم با کی میجنگیم، انگار اونجا خواهرش رو پیدا کرده. البته این ادعای آقا جابر. ادعا نیست، خودم با عبیر حرف زدم. خیلی خوب، حالا این فائزه چجوری از بیمارستان خارج شده؟ بالا شاید دوتا بال در آورده و از بیمارستان پرواز کرده و ما بیخبریم. به من شلیک کرد. چی کار کردی؟ مردم، همسایه‌ها چی؟ تو دیوونه شدی؟ الان خیابون شلوغه، کوچه پر از آدمیزاده. معلوم هست داری چی کار میکنی؟ عقلتو از دست دادی؟ روز بخیر. مادر چرا اومدین اینجا؟ فاطمه میخواست برات غذا بیاره. آخه تو این اوضاع که نباید از این تو اصلا چیزی نخوردی. الان که مریض شی. فاطمه خبر میدادی یکی رو میفرستادم بیارتشون. جواد؟ از ربی خبری نشد؟ هنوز نه. انشالله برمیگرده. علی، تو به هم قول دادی که بینمون دروغ نباشه. بر نمیگرده نه؟ چرا عزیزم، بگو انشالله. سرم چی میخوای؟ بازش کن، میخوام نماز بخونم، خدا خیرت بده. میذارم نماز بخونی، ولی اگه بخوای فرار کنی به خدا میکشمت. چجوری میخوام فرار کنم؟ فقط میخوام نماز بخونم. ما میخوایم نماز بخونیم. بذار بیان پشت. خیلی خوب، بیاین پایین. بیاین بیاین. به پسرت زنگ بزن. من شمارشو بلد نیست. شمارشو پیدا کردیم، بهش زنگ بزن. هنوز هیچ خبری از دوستامون نیست. هنوز خبری نیست علی. خیلی عجیبه. نکنه حق با بچه ها بود و تونستن فرودگاهو بگیرن. این چه حرفی علی؟ اون فرودگاه دو تا باند داره، فقط یه باندش بیش از 2 کیلومتره. بعدش هم این همه آدم غیبشن و هیچ صدای فریادی ازشون نشنوی. چیزی که نگرانم میکنه اینه که حتی صدای یه گلوله هم نشنیدی. منم همین نگرانم کرده جناب سلطان. ابو عبدالله چرا اومدین اینجا؟ علی چی شد پسرم؟ نگرانم. والا ابو عبدالله همینطور که میبینی فعلا باید صبر کنیم. الان 2 روزه که صبر کردیم پسرم، صبرم دیگه داره تموم میشه. خب ابو عبدالله باید صبر کنیم، چاره دیگه ای نداریم. جناب سلطان یعنی چی چاره دیگه ای نداریم؟ یکی رو بفرستید خبر بیاره. خطرناکه ابو عبدالله، خطرناکه. ما نمیدونیم اونجا چی شده. قربان قربان، پرچم سوریه بالای فرودگاه. یالا یالا برو زود مجان، برو زخمی ما رو تو زود بر. یالا ببخشید مزاحمتون میشن، یه امشب باید تحملشون کنی. این چه وضعیه؟ چه وضعشه اینجا؟ جامون خیلی فشید صدا نشنفم. چرا وردیشون اینجا؟ اسیرم. یاد نگفتم کسی رو تو این سلول نفرست؟ از کجا بفرستم؟ جای دیگه هم دارم و نبردمشون. تازه همین یه شبه، ابو مصعب یه برنامه تلویزیونی برای اینا داره. چه برنامه‌ای؟
به خدا که نمیدونم، ولی شماره خانواده های اینا رو گرفته برای یه برنامه زنده. این پینه مردو بیارش پیش من. باز براشان پول آوردی؟ آره بیارش. بیا برا اون من. بیا بیا زود. بیا بیا. زود بزن. عدنان، بعید نیست من همین روزا بمیرم. کمکم کن برای آخرین بار برای ما حرف بزنن، خواهش میکنم. نمیشه، دخترت مرده. ولی ممکنه زنده باشه. بذار امتحان کنم، خدا خیرت بده. شمارشو بگیر. جواب نمیده. یه شماره یه فیشه داره که فقط من دارم، اگه اونو بگیرم حتما جواب میده. پس شمارشو بده خودم میگیرم. باشه. شمارش چنده؟ بذار بزنم. بذار فقط صداشو بشنوم، بعد تلفنو میدم به خودت. خواهش میکنم. ریما عزیزم، من باباتم. پس یه شماره ازش داشتی و تو حالا ساکت بودی. با این شماره شاید زودتر از چیزی که فکر میکنی به آرزو برسی. ابو فهد. بله عدنان. ببر بندازش پیش بقیه. بیا. الو. چی شده؟ سرد رو شروع کرد. چی رو؟ عملیاتو. یعنی به شهر حمله کردن؟ فعلا به لوجستی که دشمن حمله کرده. بعد از عملیات مشخص میشه که اطلاعات فارس چقدر مفید بوده. جنرال بهمون گفت منتظر باشی. فکر نمی کردم به این زودی دست به کار بشن. شرایط دیگه خیلی بد شد ابو یاسر. بد بود، خیلی هم بد بود. شرایط سدان سخت‌تر شد. حمله خیلی دقیق بود. آره، انگار کاملا منتظر کاروان چچنی بودن. براشون کمین کرده بودن. راستی ابو یونس، تعداد شهدا چقدر بود؟ 120 نفر. ضربه بزرگی بود. مگه امریکایی‌ها نگفتن همه چیز امنه؟ گفتن. قبل از حرکت با اونا چک کردیم. دیروزم که نیروهای ما با جبهه نصر درگیر شدن. اصل این که این توله های ترکیه دارن قدرت میگیرن. فکر کنم ابو یاسر ترکا دارن بازی در میارن. نه 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 نه، این کار امریکاست. آمریکا میخواد جبهه نصر و دار و دستشو بذاره جای ما. نباید بذاریم اونا انقدر راحت با ما بازی کنن. بیا درو ببر، به مقرشون حمله کن. بروی چشم، ولی محلشون. نه ترس، اصلا نه ترس. حواست باشه ابو یونس، به هیچ وجه نباید خبر ورود سلیمانی به منطقه بین نیروها پخش بشه. نیروها نفهمن، با ترس فرمانده ها چه کنی؟ فرمانده یه ترسو جایی تو داعش نداره.
شناسایی فرمانده هایی که ایمانشون ضعیفه زمان میبره. ابو یونس، باید حواست باشه که یه جاسوس بین ماست و باید زودتر پیداش کنی. فهمیدی چی گفتم؟ به روی چشم. حتما. خدا به همراهت. سلام علیکم ابو یاسر. ابو یاسر، این مردک داره دوگانه بازی میکنه. اون منافقه. به خاطر این من خودم انجامش بده. خودت انجامش بده، با کسی هستی؟ نه، فقط خودمم. باشه. خداحافظ. خداحافظ شما. سلام برادر. و علیکم السلام ابو صالح. سلام علیکم. علیک سلام برادر فارس. امروز میخوام کمین اینجا باشم. فکر اینه که دوباره روستایی ها رو گول بزنی؟ این دفعه نقش بزرگتره. این بار اتفاقا هدفم ارتش سوری هست. یعنی چی؟ آها، امروز به فرودگاه حمله میکنیم. کاری میکنیم که ارتش باور کنه که فرودگاه واقعا سقوط کرده. اونا درخواست نیروهای پشتیبانی میکنن، اون وقت ما با کمین منتظرشون. با انفجارهای پشت سر هم همشونو میفرستیم به جهنم. و اگه اونا این کارو نکردن چی؟ برای همین بود که از شما درخواست کردم زودتر بیایید اینجا. باید یه بازی رو بندازیم. یعنی باید کاری کنید که هر کی از روستا اینجا رو میبینه فکر کنه ما میخوایم فرودگاهی رو که از دست دادیم پس بگیریم، ولی نمیتونیم. باید چند بار این کارا رو تکرار کنید. یه بار، دو بار، سه بار، تا روستا یا گول بخورن و برن به ارتش اطلاع رسانی کنن. همین. فارس، ازت میخوام هر شب به شکل نمایشی به فرودگاه حمله کنید. میخوام قیامت بپا کنید. و سلام. خب اگه ارتش فریب نخورد چی؟ خب ارتش فریب نخوره، مردم روستا که میخورن. و این کلن به نفع ماست، چون کل مردم روستا ارتش ها مسئول کشته شدن بچه هاشون میدونه. بعدش ما سرا رو میفرسیم روستا. دقیقا. خیلی زیرکانه است. این نقشه ی ابو یاسر، ازش خوشم نمیاد، ولی نقشه هاش واقعا زیرکانه. خیلی. فارس، نیروات کجا؟ تو راه دارم میام. ابو صالح، این کار خیلی حساسه و امروز برای مفتی خیلی روز مهمیه. میخوام سنگ تموم بذاری، مخصوصا با تعریفی که فارس ازت کرده. انشالله. فارس، امروز من و مفتی میخوایم به آسمون نگاه کنیم. چی خواهیم دید؟ فقط انفجار رو. باید باورمون بشه که داریم به فرودگاه حمله میکنیم. به امید خدا. خداحافظ. خداحافظ. یه این پول کار ساده ای نبود. این حاصل کل زندگیمونه. دخترم چی؟ منتظر تماس باشی. تا کی؟ انشالله به زودی. بگو ببینم چی شد. گفت خیلی دوستم دارم. حاضر نیستم یه بار دیگه ببینمش. قیافش از جبه چشم نمیره. منم میخوام ستا عاشق شم. شما
راستش خانم گلم همه اینا رو مدیون ابو جلال هم. خیلی بی اختمام ابو جلال هم. میخوام بهش نزدیک بشم. یعنی چی ابو حنان؟ دعوتش کنی، شامی، نهاری، براش غذای خوشمزه درست کنی. هر چی رابطه ما با اینا عمیق‌تر بشه. ولی چطوری؟ دخترت رو میفروشی؟ مواظب باش، مواظب حرفی که میزنی باش. میفروشی چی؟ دخترت رو میفروشی؟ مواظب باش. چه دختری، ماشالله. مشکل چیه؟ حنان جان چرا نمیه سفره رو جمع کنی؟ من دارم میخم. شما اسمت حنانه؟ بیا دخترم، زود بیا، خدا ازت راضی باشه. دختری، ماشالله. عشق کیلو چنده اون معنا اینا چرا آوردین اینجا؟ دستور ابو یاسره. ابو یاسر، ابو یاسر، ابو یاسر دیگه چی؟ ابو یاسر گفت بیارمش اینجا، وقتی هم کارتون شروع شد بهش موبایل بدین. بهش هندونه بدین. نترس، نترس، کاری نمی کنه. این کیه؟ این یه سگه که هم ولایتیاشو فروخت. فروخت؟ البته بدبخت گرفتار شد، خودشو، زنشو، دختراشو اسیر کردن. چطور؟ ابو یاسر بهش قول داد اگه بهش کمک کنه خانوادهشو آزاد میکنه. این حالو هم باور کرد. حالو؟ ابو یاسر تا حالا بهش قولی عمل نکرده. به یکی عمل کنه؟ یعنی زن و بچه هاش همون اول در بازار رقده فروخته شدن. بدبخت. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ نکنه فکر کردی من مقصرم؟ سریع بچه ها، سریع باشین، یلا سریع. خیر باشه ام جاسم. هیچی، فقط دوست داشتم با هم بشینیم یکم حرف بزنیم، خیلی وقت با هم دیگه حرف نزدیم. میدونی که مسائل دولت و مردم و رعیت همه اینا کار میبره و کلی از وقت منو داره میگیره. راستشو بخوای این نیست که از من دورت کرده. چی باعث شده ازت دور شم؟ نکنه منظورت بقیه همسرانمه؟ نه به هیچ وجه، تو میدونی من با بقیه همسرات کاری ندارم. من خودم بودم که بهت میگفتم ازدواج کنیم که خدا به ما جاسمو بده. پس مشکل چیه؟ سبا. سبا؟ من به سبا نگفتم دیگه اذیتت نکنه؟ اذیت کردن که نباید حتما رو در رو باشه. شما هر چی میخوای به سباه میگی، انگار که من اصلا تو زندگیت نیستم. ام جاسم، تو همسر اولمی، یعنی تو از همه اینا مهمتری. زندگی که الان داریم میکنیم و با زندگی قبل از دولت خلافت نمیشه مقایسه کرد. باید فراموش کنیم، باید همش از حافظمون پاک کنیم. تو نقشت اینه که به این کنیزا و همسرا بفهمونی که اونا فقط و فقط اینجا هستن تا کارای منو انجام بدن و البته خواسته هامو. بابت این نقشی آیده تو میشه ثواب عظیم. باشه هرچی شما بگی. چته؟ چرا اینجوری بوخ کردی؟ دارم دیوونه میشم، هیچ خبری از حنان نیست. با اون باباشم که نمیتونی بری در خونش. سلام. سلام، چطوری تو؟ چه خبره؟ خستم والا. چه خبره؟ والا خبری نیست، هیچی. بشنو باور نکن، ابو جلال میگفت که یه عملیاتی توی فرودگاه انجام داده،
عملیات فوق‌العاده. عملیات جراحی دیگه. مسخره نکن. کی من؟ میدونی کسی کاری رو به من بسپاره دوست دارم تمام و کمال انجامش بدم. تمام و کمال کاملو بدون نه. حتی بیشتر. فقط اینو نگفت که. پس چی؟ گفت که شجاعی و پردل و جرأت. حتی خیلی بیشتر از صد. جانم راستی تو با صد چی کار میکنی؟ اسم این پسره گلابی رو نیار، خیلی مزخرفه. وای ببین چی براتون میگم، حسوده. حسود هرگز نیاسود. هم حسوده هم کینه. به خدا که درست میگی. آفرین بر تو. باور کن به نظرم به حسود هیچ وقت نباید مقام و منصب و موقعیت داد. نمیدونم چش میشه خودشو گم میکنه. دست چقدر از اون نکفه در میزنی. برم بار بیارم. برو برو. نگوش نکن این داره میاد. لا اله الا الله. من مگه چشم دیگه چی میخوای سن؟ دیگه نگو سن. ید و دین. خب برادر یدالدین چه کار داری؟ با عده چی میگفتین؟ چیزی میگفتین؟ حرفای معمولی. آره هیچی، حرفای معمولی. میخندید بعد میگین حرفای معمولی؟ گیر دادی یا سچته؟ بهت گفتم یدالدین نگو سد. بعدش هم پاشین گمشین کپسولا رو بیارید پایین. یالا جدی میفرمایید؟ بله گمشین یالا. حرفای معمولی ها؟ سلام برادر یدالدین. کجایی تو؟ مالو کارا زیاده. امشب بیا با بچه ها دورم قلیون بکشیم. نه نمیتونم، چند تا کار دارم باید انجام بدم. خدافظ برادر یدالدین. خدا به امرات. به زودی این غرورتو له میکنم. اینا چیه داری نگاه میکنه؟ قربونتون برم. بشینین اینجا الان براتون یه قصه قشنگ میگم. تو این؟ این خیلی کوچیکه. تو این قرمه رو میپزن؟ این برا قرمه. خب پس برنج چی؟ تو این آفرین. میخوایم قرمه و برنج درست کنیم. آخه من نمیفهمم. تو اصلا دنبال چی هستی؟ اون قبل از اینکه من سنت بشم همسایه یه تو بوده. نه مثل اینکه بیفایده است. خودت انتخاب کن. یا این کاریو که ازت خواستم انجام میدی و در عوض میتونی با آرامش و آسایش کامل تو این خونه زندگی کنی و با عزت احترام، یا این کسی طلاقت میکنم و میدونم در جریانی که همه راه ها بسته است کار تمومه. میدونی چه بلایی سرت میاد؟ خیلی ساده بگم، اگه میخوای اینجا زندگی کنی کاری رو که میگم باید انجام بدی. یالا بیاست. این کارا رو فقط از تلویزیون یاد گرفتی؟ فقط بوم بوم چیز دیگه یاد نگرفتی؟ اینم هست. مگه دستان بهت نرسه؟ ور پریده. قربان زن جابر دست جبهه نصره افتاده. جابر کیه؟ از نیروهای مورد اعتماد که داره به ما کمک میکنه. آره یادم اومد. مثل اینکه خواهر زنش هم گرفتار شده. ما با اجازتون باید کمکشون کنیم. چطور؟ ازش پول خواستن. زن جابر اولین نفر نیست. نگران نباش. خوبه قربان، خیلی هم ممنون.
مواظب خودت باش دخترم. حتما قربان، خیلی خیلی ممنون. انشالله که حل شد. خب چی شد؟ گفتم که انشالله که حل شد. جنرال شخصا دستور پیگیری دادن. داری جدی میگی؟ آره جدی. آدرسو چی؟ داشتم. آدرسو داشتم؟ به جان عبدی. بفرمایید. خدمت شما. اینم خدمت خودم. چته؟ هیچیم نیست. ببین میگه هیچیم نیست. مرد حسابی یه نگاه به قیافت بنداز. برج زهره ماره. یه نفر رفته رو مخم. یکی رو مخته؟ کی هست این که رو مخته؟ بگو. آها فهمیدم، اودی. مگه نه؟ آفرین تو، هیچکی جز اودی نمیتونه بره رو مخش. البته اودی که عددی نیست، ولی اگه خیلی بره رو مخم میدونی چی میشه؟ خلاصش میکنم. اودی رو میگی؟ ببینم صد تو چته دیوونه شدی؟ پسر خوبی اصلا با تو مشکلی نداره که، حتی فکرش هم نمیکنه که اذیتت کنه. غلط کرده اذیت. یه بیادم اودی از من بدش میاد و من میدونم چرا. چرا؟ ببین داداش، یه چیزی هست بین جفتشون که ما بیخبریم. این چیه که ما نمیدونیم؟ ما همه چی رو به هم میدونیم که نه، همه چی رو نمیدونیم. حتی تو مدرسه هم همیشه اذیتم هم میکرد. وقتی میرفتم پای تخته، اودی غلطامو میگرفت و باعث میشد همه بچه ها به هم بخندن. والا من فکر میکردم چه اتفاق بزرگی. یه چیز دیگه هم هست، اون اینو کرده تو کلش که من پسر ابوسعدم، همون ابوسعدی که میخواد مادرمو بگیره. از اون موقع از من بدش میاد. چی میگی رفیق؟ زشته. همه اینایی که گفتی اصلا تو کت من یکی که نمیره. تو باور میکنی؟ باور کردنی نیستن. این تویی که همش به نظر میرسه حسودی میکنی و ازش بدت میاد. به چیش حسودی کنم؟ به چی؟ من چه میدونم، از خودت بپرس. حتی وقتی تو موتور سواری برنده شد، تو بهونه کردی که موتور تعمیر لازمه. ولی بعد که موتورتو تعمیر کردی، باز اون برنده شد. معلوم شد مشکل از موتور نیست رفیق جان. رفقا چتونه؟ داستان موتور و کیبورد نبرد، یه چیز عادیه بین همه دوستا. نه عزیزم، حتی وقتی رفتیم تو داعش فکر کردی که تو فرمانده میشی و اون نه، اما اونا به جفتتون یه پستو دادن عین هم دیگه. حتی وقتی که حنانه عاشق اودی شد، همون دختری که هممون از خدامون بود، یه نگاه کوچولو بهمون بکنه، تو بیشتر از همه بدت اومد. درست میگم یا نه؟ درسته. هر چیزی تو مخت فرو کن. من یدالدینم، ولی اودی چی شده؟ همون اودی یک بود. بله، ولی ما رفیقیم. چی بگم جز آفرین آفرین. میدونی سر، این تنها جاییه که از اودی جلو زدی، همینو بس. منظورت چیه؟ منظورش واضحه، فقط تو ما آدم کشتی. ما هیچ کدوم اون دستمون به خونه بیگناه آلوده نشده. حتی تو این مورد ما با تو رقابت نکردی، برای اینکه نمیخوایم بکنیم. خیلی خوب باشه، من یه روز میرسیدم. فقط اینو بگم که من آدم کشتم، دستان به خون آلوده است. مراقب خودت باش. تحقید کن. برو گم شو بابا. بابش. تو مریضی پسر. حلاف بشین دیگه. فلش دادیم بهش، حرف مفت میزنه. خیلی وقت بود که با هم غذا نخورده بودی. اما بچه ها گفتن که حمله کردن. نمیدونم مادر، نمیدونم. کجا بلند میشی مادر من؟ کجا؟ همینجا بمون. خب دلنگرانی؟ یعنی اگه دلنگرانی باید با من بیاییم؟ همینجا بمونین، خواهش میکنم. ای خدا. خیر باشه جناب صدفان، چی شده؟ نمیدونم، فکر کنم دارن حمله میکنن. بچه ها چرا به ما خبر ندادن؟ الان معلوم میشه. اینا چرا اینجا وایسادن؟ علی دارن به بچه ها حمله میکنن. به بچه ها؟ آره، میخوان دوباره فرودگاه ها بگیرن.
اشتباه کردیم علی، باید کمکشون میکنم. بری پایین، بری پایین، خطرناکه. زود باش دیگه. الو اوده. الو سلام عبدالرحمن. کجایی؟ تو راه خونم چی شده؟ چی شده؟ چی نشده؟ تو آب میوه فروشی بودیم، با ساعت حرفمون شد. سر چی؟ سر تو. من همه چیو بهش گفت. همه چیو گفت؟ گفت قاتلی، مجرمی. رو در رو گفت؟ بله. گفت به تو حسودیش میشه، اونم قاطی کرد. آخه چرا این من عجب آدمی ها؟ من از این لجن میترسم، میترسم کار دستمون بده. من الان سر خیابونم، نمیرم تو خونه تا بیای. الان میام پیشت. بجون مومه ربی، بجون. بیا که رسیدیم. علی جان چی شد؟ خودت که میبینی ابو عبدالله بسته است. از چه خبره؟ نکنه دوباره به فرودگاه هم بکرده؟ زبونتی گاز بگیر پسر، این حرفا چیه؟ باید یکی رو بفرستیم برامون خبر بگیر. این کار خیلی خطرناکه. فرق زیادی از بین حماقت و بیکلگی و شجاعت. پس شما باید سریع برای ما خبر بیارین جناب ستون. گوش کنین رفقا، باید خودمون یه گروه بشیم بریم کمکشون کنیم. اول باید به فرماندهی بگم، بعد به شما خبر. ان شاءالله زیاد طول نمیکشه ببینم. تلاش میکنم تأخیری نباشه. باشه، توکل بر خدا. عمر ربی، بریم بریم. علی دوباره عبدالله بگی. باشه، خدا کنه جواب بده. چی شد؟ جواب نمیده. تو چرا باید ما را بینه باشیم؟ به خدا یخ زدیم از سرما، آخه رحم داشته باشیم. بس دیگه، چقدر دق میزنی؟ خدا کنه عبیر حالش خوب باشه. عبیر خیلی ضعیفه،
یه باد بهش میخوره مریض میشه، تب میکنه، سردرد میگیره، سردردهای شدید. فقط هم با دارویی که فائزه از بیمارستان می آورد آروم می شد. امید تو از دست نده، احساسم که به زودی بر می گرده پیشم. خدا از زبونت بشنوه. حبیب دیر کرده نه؟ نگرانی؟ نگرانم به فهمن عرب نیست. نه ترس، حبیب زبلتر از این حرف هست. بیا یه بار دیگه هم داره زنگ میخوره. نباید جواب بدی. آخه چرا؟ شما خودت یه زنی، اونم الان داره شور میزنه، جوابشو بده. نه 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 نه، خودش میاد جواب میده. من برم به کنار سر بزنم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آمدی عدنان؟ بله ابو یاسر. تلفنت. تلفنه؟ اشکالی داره؟ نه. اینم تلفنم. رمزش. ابو یاسر دنبال چیزی میگردی؟ شماره ی ابو جلال. ابو جلال سلام. سلام ابو جلال. شما با ستاد نیروی زمینی ارتش سوریه تماس گرفتید؟ ابو یاسر توضیح میدم. آره حتما. این ببینم فارس، چند شب بهش وقت میدی تا قبل از مجازاتش یه بهانه یه خوب و قانع کننده پیدا کنه؟ فکر نمی کنم وقت زیادی داشته باشه. ظاهر ابو فهد حق داشت. ابو یونس خلی سلاح بباریدش. ابو یاسر نذاشتی توضیح بدم. بذار من توضیح و دلیل دارم. سوء تفاهم شده. که میخواییم فامیل بشیم بیشتر باید همه بشناسی. فامیل بشیم؟ اگه اتفاقی برای من افتاد خانوادم ها به شما نگو. علی خانوادت خانواده یه من. اگه فارس بره اونا میان سراغ من، اون وقت تکلیف شما من. حالا کجا داریم میریم؟ همون کارگاهی که قراره نشونه توی کلیسا. مراقب شورش نگی سر، اسمش یدالدینه. لعنت به تو اون هر دو تا. فردا ماشین داماد خواهد رسید. ایشون داماد فردا رو انتخاب میکنه. میدونی کی انتخاب کرد؟ دوستش رو انتخاب کرد. قربان قربان مقف. قاسم قصم بنر العدا مهما
قصه خساره ايدو يلي بيقول استشهدوا زلزل عرش لا تهبل وانما الكفر مكرورها نرمي المدى عصب اللهب ارض الغضب نحن الغضب صدق الوعد فينا انجبى نسر السماء لما ارتمى غاب ومكر ليل العامى خف ونطر مد السماء كمل درب خير العمل محور فتانة بندنا قاسم قصم بندنا